با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، این روزها خیلی صحبت از مسئله ایران و جزایر ایران هستش، تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی و اینکه این جزایر متعلق به ایرانه. وقتی که داشتم میرفتم نگاه میکردم و به دلیلی که یک ویدیوی رو دیدم از آقای هویدا که روحش شاد و یادش رو بسیار گرامی میدارم و اینکه در مورد این جزایر در سال 1150 داره این برنامه هستش و این ویدیویی که الان دارم پخش میکنم براتون، وقتی که نگاه میکردم در ویکی‌پدیا دیدم که در سال در واقع جزایر سگانه، در واقع تنب بزرگ و تنب کوچک و موسا و ابو موسا، اینها ریشه در دوره های پادشاهی هخامنشی، اشکانی و ساسانی داره و در این دوران نظم و امنیت ایران بر سراسر پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حاکم بوده. جزایر سگانه، در واقع این نوشته های ویکی‌پدیا بود که من دیدم، جزایر سگانه در سال 1948 میلادی به طور کامل به اشغال امپراتوری بریتانیا به عنوان در اومد در واقع و تا سال 1971 هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال رو نپذیرفتند و قبول نمی‌کردند که اینها انگلیس‌ها گرفتن و بعد هم به مجبورن به عربا بدن. و در سال 1971 پس از توافقی که بین ایران و بریتانیا شد، پیش از خروج نیروهای نظامی این کشور از منطقه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به 70 سال شکایت‌های مدام دولت ایران علیه بریتانیا، سرانجام این جزایر رو به ایران بازگردوندن. و در واقع این رو باید بگم که مدیون محمد رضا شاه فقید هستیم. با هم نگاه میکنیم، در واقع باید بگم ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم و ما فرزندان ایران هستیم. دیگان محترم و هم میهنان عزیز را مستحضر می‌دارم که امروز صبح ساعت 6:15 نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچک پیاده شدند و همچنین در نقاط سوق جیشی جزیره ابو موسا استقرار یافتند. و ساعت 6:50 پرچم ایران بر فراز کوه حلوا، یعنی مرتفع ترین قله جزیره ابو موسا، به اهتزاز درآمد. این جزایر متعلق به ایران است و بس. در همین مسئله، در مورد همین مسئله، ایرانیانی که در اروپا هستند تصمیم گرفتن که در مقابل پارلمان اروپا در لوکزامبورگ جمع بشن در روز 26 اکتبر، یعنی در واقع روز شنبه 26 اکتبر، دست به تجمع اعتراضی مقابل پارلمان اروپا برن. ایران
غیر قابل تقسیم این شعارشون هستش و همونطور که گفتم از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر در روز شنبه هموطنان در مقابل پارلمان اروپا در لوکسامبورگ سکوئر پلاس دو لوکسامبورگ جمع خواهند شد. امیدوارم که اگر شما هم در نزدیکا هستید، حتی در اروپا هستید، برید و در مقابل پارلمان اروپا قرار بگیرید و اعتراض خودتون رو اعلام کنید. همونطور که گفتم ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم و ما فرزندان ایران هستیم. پس سکوت خیانتی است به مملکتمان ایران و نباید بگذاریم حتی این صحبت ها بشه، حتی الان که در این پارلمان اروپا هم این صحبت شده. خب بینندگان عزیز، به ادامه برنامه بپردازم و میدونید که من در هفته پیش براتون گفتم این افرادی که آمدن در مورد اینکه اگر شما طلاهاتون رو بفروشید، طلاهاتون رو، این شعار بود دیگه، این یک چیزی بود که مردم طلاهاشون رو میخوان بفروشن، بدن به لبنان، برین طلاهاتون رو بفروشین. به مادر بزرگات تو برنامه اعلام کردم، برنامه نشون دادم که برنامه ساخته بودن صدا و سیما که بیان مادر بزرگا و مادر عالی یه سری هم سادگی رو بردن که برید طلاهاتون بفروشین. حالا این طلاها کجا میره؟ یه دقیقه این فیلم رو نگاه کنید، بیشتر به حرف من میرسید. بله، نزدیک 100 میلیون تومان پول هاش خانم به ما داد، طلبات بفرستید. آقای دکتر به شماره کارت ندادید. حاجی جیلو بدید فعلا، این ما اینو دادیم. 4-5 زن آوردن، طلاهاشون دارن میدن به این آخونده. حالا آخونده کجا ببره، چی کار کنه، اون با حساب خودشه. یعنی اصلا در این مسئله اتفاقا من داشتم با یکی صحبت میکردم روز یک شنبه که بعضی از هموطنان ما سر آدم سوت میکشه و اینکه اینقدر نااطلاعن. من به همین دوستم و آشنام پیشنهاد کردم آقا برید بخونید، برید اطلاع پیدا کنید، برید در مورد این که اصلا برای چی داره این ادا رو در میاره طلا بفروشه و پول مردم رو داره میره میده به لبنان. خود قالیباف اعلام کرده که ما دوباره لبنان رو میسازیم، دوباره یک بار ساختیم، پول مردمی که بیچاره فقیرن و ندارن و شرایط بسیار سختی رو در مملکت ما دارن و حالا این پولاشون هم به جایی که زنی که میری تو پولتو میدی، حتی یک نفرتون که حالا عدهشون هم زیاد نیست، رفتی طلاتو دادی برای که بدی بچه های لبنان، اول بچه های خودتون رو بچسب، اول مملکت ماست که فقر درش بیداد میکنه. بچه ای که نداره کفش نداره بپوشه، لباس کتاب و مشق نداره براش بخره پدرش، کجا همچی هم؟ من بارها گفتم اینو. اون وقت یک حرفایی میزنن که ما باید به لبنانیا، کی گفته ما باید کمک کنیم؟ به همین آشنام برگشتم گفتم آقا برو بخون، برید بخونید، به این آشناهاتون بریم اطلاع پیدا کنید. آخه چرا اینقدر فقط تایتل میخونن تموم شد میره؟ یک دوگم بودن از هر وریش. یکی این مسئله بود میخوام بگم، این مسئله داریوشه، این مسئله امروز داریوش، مسئله دیگه همینطور دارن بهش بعد بیرا میگن و فش میدن. این اصلا طرفدار شاه نبوده از اول. هی شما خواستید بچسبونید، یه بار رفته عکس گرفته، اونم سوء استفاده از شاهزاده. شاهزاده هیچ وقت نه به کسی نمیگه، با هر چیزی که باشه، از محبت اون، از مهر اون استفاده کرده، رفته عکس گرفته. یک عمر داریوش مخالف شاه بوده، مخالف خاندان پهلوی بوده. من کاری بشم به من یکی گفته خانم پهلوی شما رو عکس العملشون، نه من از اول میدونستم این چیه، در ما چه فکری داره. خب بگه، اونم یه رأی داره، منم یه رأی دارم. در آزاد فردای آزاد ایران ما رأیمون انتخاب میکنیم. بگن بقیه، من ازشون چه اشکال نمی... آزادی یعنی دموکراسی که اگه بهش اعتقاد داریم، اینی که مخالفمونم باشه.
حالا مخالفمون بیشوره یا بیشور نیست، اون ما خودش ربط داره، به من ربطی نداره. سوء استفادگری یا استفادگری اونم باز به من ربطی نداره، ولی آزاده. آقا بره به دوست داره مخالف شاه باشه. میگه شاه، این یکی از شعارای متاسفانه مجاهدینی که من بارها بارها در این زمین گفتم، گفته نه شاه میخوایم نه شیخ، این شعار مجاهدینه. من نمیام به مجاهدین فوش بدم، من نمی کنم این کارو، چون اعتقاد ندارم که فوش دادن میتونه راهی باشه. این راه غلطیه. یکی بیاد بسالم به شاه فوش بده، شما مگه نمیگی دموکراسی اعتقاد داری؟ مگه نمیگی میخوای به رأی مردم باشه؟ منم رأی مردم همه. من هیچ وقت از شاهزاده ندیدم که به کسی توهین بکنه. خب اگه من اون راهو ادامه میدم، اگه به او اعتقاد دارم، منم یه رأی دارم. اینه که از من نه انتظار داشته باشید به این مسائل بپردازم و من آینده‌ای رو برای ایرانم میخوام که درش دموکراسی باشه، آزادی بیان باشه و هر کسی بتونه حرفش رو بزنه بدون توهین کردن. هستن مجاهدینی که توهین نمی کنن، هستن کمونیستایی که توهین نمی کنن، جبهه ملی ها توهین نمی کنن، مشروطه خواه توهین نمی کنن. مطمئنن در همه اینها یه نخاله های وجود داره که اونا هم آزادن، اونا این روششون رو فکر می کنن درسته، ما به اونا هم آزادی میدیم، دوست دارن اینطوری حرف بزنن حرف بزنن. بعضی موقع حیرت میکنم برنامه های تلویزیونی میبینم که برام میفرستن، اصلا هنوز نشستن میگن شاه یا مصدق. ای بابا، آن چه که بر مردم مشخصه و شما چه طرفدار شاه فقید باشید چه نباشید، آن چه که بر مملکت ما کردن مشخصه، تاریخ قضاوت کرده. بگذاریم. دوست داشتم تجمعاتی که این چند روز اخیر در ایران هستش رو براتون بگم و یکی از اونها دانشجوان هست. دانشجوانی که دست به تجمع زدن در دانشگاه در که امروز اسمش رو بهشتی نام گذاشتن، دست به اعتراض زدن دانشجو، همونطور که در صفحه میبینید، و خواستار این شدن که بهداشت و افزایش کیفیت غذایی، همینطور کمبود خوابگاه، وضعیت بهداشتی و و این مشکلاتی رو که در دانشگاه ها به وجود آوردن، این تجمعات دانشجویان آغاز شده. همینطور باید بگم تجمع دانشجویان دانشگاه آزاد کشور در پاستور هم این دست به تجمع زدن و این اعتراضات ادامه داره. در دانشگاه ها شروع به اعتراض کردن و من اینجا پیشنهادی میکنم به همه اونهایی که مردمی که معترض هستن، بیایید کنار اینها قرار بگیرید. امروز وقتی که پرستارها در خیابان هستن، تجمع پرستارها در استان زنجان، اگر اومدن تو خیابون، بابا بریم بهشون بپیوندید، ببینید اینا پرستاران، اینا پرستارها از مردمن، برای مردم کار میکنن، مردم وظیفه دارن کنار پرستارا قرار بگیرن. با هم نگاه کنیم. بعد و این کافیه، سفره ما خالیه، بعد و این کافیه، سفره ما خالیه، بعد و این کافیه، سفره ما خالیه، بعد و این کافیه، سفره ما خالیه. وقتی که پرستارا میان بیرون تو خیابون، خب شما که تو خونه نشستید، شما که به پرستارها احتیاج دارید، ما همه به پرستارها احتیاج داریم. پرستاری که سفره دستش میگیریم که سفره من خالیه و اینکه نمیخواد دیگه اضافه کاری بکنه، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، وقتی که این شعار یک پرستاره، مردم وظیفه دارن این شعار رو نشون بدیم. سپه جان ببینید، ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، نه برای پرستارها، بلکه سازمان معلولین هم
کمپین معلولان در تهران هم دست به اعتراض زدن همین هفته. خب مردم به اینها بپیوندید، به این مردمی که بچه های معلول دارن، به پرستارها، به دکترها که میدونید شما به پرستار احتیاج دارید، به معلم احتیاج دارید، بازنشستگانی که دست به اعتراض میزنن، اینها باید در کنار هم قرار بگیرن و با هم هم صدا بشن. همین امروز تجمع اعتراضی مدیران مراکز بهزیستی و کمپین معلولان در تهران با هم نگاه کنیم. بله، این صحبت من واقعا بارها اینو گفتم و دوست دارم بازم تکرار کنم که باید با هم و در کنار هم باشیم. امروز فقط دست در دست هم باید باشیم. یک آهنگیست از وفا احمدپور. وفا احمدپور براتون بگم زندانیست که خواننده رپ معترض از زندان عادل‌آباد شیراز به زندان اوین در همین هفته منتقل شده. این خواننده رپ دوست داشتم در همین جا وقت دارم یک تیکه از صدای او رو که از زندان در همین هفته ها هفته پیش در واقع این پیام رو داده با هم گوش بکنیم. خواننده‌ای که جز درد مردم چیز دیگری نگفته و حتی در زندان هم به فکر و ذکرش فقط به فقط مردم هستن. با هم گوش میدیم. باشد. درود به ملت شریف ایران. خواستم بخشی از سرگذشتم و براتون بگم. من وفادار متولد 28/12/1362 ساکن و بزرگ شده تهران. از سال 1385 شروع به خوندن کردم. در شروع کارهای احساسی اجرا می‌کردم. کم کم به خاطر شرایط زندگی و دیدن مشکلات جامعه و دغدغه‌های مردم به کارهای اجتماعی و بعدها اعتراضی رو آوردم. من حتی به خاطر اولین موزیکم گوشی موبایلی که با ذوق خریده بودم روختم و خرج موزیک کردم. حتی زمانهایی بود که هزینه کرایه برگشت به خونه رو نداشتم و داخل اتاق که استودیو میخوابیدم. من سختی و بیپولی رو زیاد تجربه کردم. من با وجود تمام پیشنهادهایی که از خارج از ایران داشتم نرفتم، موندم، سوختم و ساختم. من همیشه عاشق هموطنان بودم، هستم و خواهم بود. من بین بیزینس و مردم رو انتخاب کردم. با وجود چندین سری دستگیری باز هم راضیم که مردم رو دارم و مردم دوستم دارم. من همیشه خواستم به مردم امید بدم، انگیزه بشن و از ناامیدی نخونم. من نسبت به درد هموطنان نتونستم بی تفاوت باشم. بله، صداش رو شنیدید. ما باید صدای زندانیان باشیم. سپه جان یه خوده بزن جلو که بتونیم قسمت موزیکش رو خوب بذاریم. بله، باید صدای زندانیان باشیم. باید صدای کسانی باشیم که امروز رخشان عزیزی، محبوبه رضایی، رگرس محمدی و وریشه مرادی از زندانیان سیاسی که نه به اعدام گفتن رو 6 ماه دیگر بهشون حکم دادن. باید به خاطر چی؟ به خاطر که اینها کمپین نه به اعدام رو تشکیل دادن. صدای زندانیان باشیم و امروز فقط اتحاد و همبستگی است که ما رو به آینده آزاد ایران خواهد رساند. با آهنگی از وفا احمدپور که امروز در شرایط سختی به سر میبره. وفا احمدپور در 20 اردیبهشت ماه همین امسال بازداشت شد و به 1 سال حبس محکوم شد. حبس دومش به خاطر تبلیغ علیه نظام و همینطور 1 سال تبعید در با پابند الکترونیکی. نه به جمهوری اسلامی و نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. با تشکر از سپهر عزیزم در اتاق فرمان، با این آهنگ از شما خدافظی میکنم. این نبود انقلاب پا برهنه ها. ما یک کشوریم، میخواین هممونو اعدام کنید؟
دانیال داداش بریم؟ بریم داداشم. مزولین کودن های مردم آزاد دل، آماده باش آماده باش، ایرانمون با مردماش رسید جونش به لباش، آماده باش آماده باش. ببین حق گرفتنیه پس بیدار باش، جونم فداش باید به جنگی تو براش، آماده باش آماده باش. بکش کنار دست تو مفخور مزدور، به بهونه یه حجاب دست میزنی بهش میشکنم شاخ تو بجور. واسه ما مرگ معنی نداره، شما جونمونو نشونه رفتی، شما قاموس مادرو شکستی، شما بدجوری خراب و پستی. نبود انقلاب پا برهنه، نه نون داریم و نه نای اعتراض، اگه به مسئولیم انتقاد کنیم میگیرن و میگن قصد فتنه داشت. آخه انقدر اختلاف طبقاتی مگه میشه ببینی و نشی عصبانی؟ آقازاده هایی که پول یه ملت و خوردن و شدن یه قده سرطانی، مادری که به فکر تنفروشیه، دانش آموزی که لنگ گوشیه، پدری که دختر دم بخت داره، خدا میدونه اون تو چه حال روزیه. دلم میسوزه واسه دختر سرزمینم، از گش های ارشادی که در کمینن، از اختلاس های کمه رفته پشت حجاب، اینجوری شو هیچ جای دنیا من ندیدم. شما دم میزنید از کدوم قانون؟ دیگه خسته شدیم از دروغاتون، دیگه بریدیم از نصیحت و ارشاد، نوش جون خودتون حقیقت اسلام. آخه دین و مذهب که به زور نیست، اعتقادات که همه یه جور نیست، اینا همه رو میسپاریم به قضاوت تاریخ، شما جونمونو به لب رسوندیم. من چیزی جز حق نه نمیگم، یاد قاضی افتادم که به هم طعنه میزد، میگفت با این شرایط جمع کن برو، گفتم میمونم و میسازم، نه نمیرم، نه نمیرم، نه نمیرم، نه نمیرم. ما مردمای ایران